علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای نوریزاده، چقدر شما مرتبط میدونید اتفاقاتی که الان افتاده، هک بیلبوردهایی که رو شعار نوشتن و همینطور از کار افتادن سامانه توزیع سوخت رو، با حوادث دو سال پیش که خب اعتراض شد و به شدت سرکوب شد؟ با درود به شما و بینندگانتون و گزارش بسیار زیبای آقای پور محسن که خیلی قشنگ بود. حضور درز بکنم. ببین عزیزم، این تقارن زمانی به منزله این نیست که اسرائیل، که حالا من اعتقاد دارم پشت این قضیه بوده، خواسته برای مردم ایران یه همدلی نشون بده. نه، ببینید، رژیم جمهوری اسلامی با تمام این ادعاهایی که اینا میکنن، ما مگس رو رو آسمون میزنیم، ما چه میکنیم، در طول این چند سال اخیر به ذلتی رسیده و این بار کاری که اسرائیل کرد، حالا دشمنانشون هر کی کرد، اهداف خیلی مشخصی داره. اولا وقتی نتنز رو میزنن یا فوردو رو میزنن یا کرج و یا جاهای دیگر رو، این خبر در بین خواص بسیار رواج پیدا میکنه. عامه ناس که نشستن تلویزیون جمهوری اسلامی رو میبینن یا احتمالاً ساز و آواز، زیاد براشون نتنز معنا نداره. اما پشت پمپ بنزین که میستن و بهشون میگن کارت هوشمند ارزش نداره و اگه بنزین میخوای، دیروز میگفتن 4000 تومان، حالا امروز 3000 تومان باید بدی تا ما بهت بنزین بدیم، اون وقتی میفهمه که رژیم چقدر عاجزه. اون وقت میپرسه چرا؟ پسرش بهش جواب میده، دخترش جواب میده، برادرش بهش میگه. و بنابراین این خبر برای مردم، عامه مردم هم مفهوم شد، پیدا کرد. دومی مسئله که من فکر میکنم خیلی مهمه، وقتی بنرها تغییر میکنه، ببینید رژیم باز به ذلتی رسیده بود که یکی از شبکه‌های عربی وابسته بهش تو بیروت اینو میگفت، مردم نوشتن مثلا رهبر بزرگ خامنه‌ای بنزین ماکو، بنزین ماکو، یعنی بنزین نیست، که از مقام معظم رهبری مدد خواستن، در حالی که اون نوشته بنزین ماکو. میخوام بگم تا این حد رژیم در ادبیاتش دروغ میگه، دروغ میبافه، تا این حد رژیم به ذلت رسیده. فرمانده سپاه میگه ما منتظر دستور مقام رهبری. مقام رهبری چه دستوری میتونه بده؟ مقام رهبری 32 ساله میخواد اسرائیل رو نابود کنه، یک گلوله به اسرائیل نزده، در حالی که اسرائیل هر کاری خواسته کرده. شما نگاه کنید سایت هایی که اسرائیل زد، یک گروه بفرسته به ایران با کمک عوامل داخلش 50,000 سند رو خارج کنه، و حالا ببینید چه کاری دیروز کرد که به نظر من بی سابقه بود این کار. آقای نوریزاده، اتفاقا راجع به همین موضوع آقای ابراهیم رئیسی امروز صحبت کرده، گفته که یک سری افراد با هدف مختل کردن زندگی مردم مقاصد خاصی رو داشتن دنبال میکردن که این کار رو انجام دادن. منظورش چی بوده؟ چه کسانی، چه مقاصدی رو قرار بوده دنبال بکنن؟ خیلی کوتاه ممنون میشم. بله، اینا اولا تا بخواد یه کاری بکنن، برای اینکه بگه اسرائیل کارو نکرده، اون یکی میاد میگه نه این همچی چیزی نبوده، دروغ فرمانده پدافند غیر عامل. ولی آقای رئیسی داره یه جوری قضیه رو داخلی میکنه، این مهمه، و به مرور بکشونه به رقباش که مثلا آقای زنگنه، آقای فلان، اینا دست داشتن. یه نیشونوشایی تو کیهان و جاهای دیگه امروز بود، باید اینو دقت کنیم. این یه کار بسیار حساب شده، دقیق، با تکنولوژی عالی توسط دولت اسرائیل. ممنونم از توضیحات شما، علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. سپاسگزارم.